در حالی که فرانسه بیشترین تعداد مسلمانان در قاره اروپا را دارد اما طی سالیان اخیر مقامهای این کشور قوانین متعددی علیه زنان مسلمان در این کشور تصویب کرده و حضور و فعالیت آنها را با محدودیت مواجه کرده است در اکتبر سال 2020 امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از پیشنویس طرح قانون جدیدی در این کشور خبر داد که حق زنان در داشتن حجاب اسلامی در اماکن عمومی را محدود می کرد. کمیسیون ملی پارلمان فرانسه و مجلس سنای این کشور نیز در ماه جولای گذشته این لایحه را تایید کرده و به زودی اجرا خواهد شد. بر اساس قانون جدید زنانی که کودکان خود را در اردوهای مدرسه همراهی می کنند از داشتن هجاب من می شوند. همچنین زنان با هجاب نمی توانند برای دیدن فرزندانشان وارد مدرسه یا مهد کودک شوند. همچنین زنان با هجاب از مشارکت در هر گونه رویداد ورزشی که فدراسیونهای های ورزشی آن را برگزار می کنند من خواهند شد. تا بدین ترتیب فدراسیون ورزش ملی فوتبال فرانسه تنها فدراسیون بینالمللی باشد که زنان با هجاب را از مشارکت در رویداد ورزشی منع کرده باشد پس از آنکه مجلس سنای فرانسه قانون محدودیت هجاب در فرانسه را تصویب کرد زنان با هجاب فرانسوی کارزاری را با نام در حجابم دخالت نکنید راه هنداختند که زنان مسلمان برجسته ای از این کارزار حمایت کردند ابتهاج محمد نخستین بانوی با هجاب المپیکی آمریکا و ایلهان عضو مسلمان کنگره آمریکا از جمله میان این کارزار بودند